عنایت الله حفیظ فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا پیرامون تحلیل این خبر میهمان این بخش خبری هستند. آقای حفیظ سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. سلام درود به شما، سلام درود به بیننده و شنونده های عزیزیم که برنامه را تعقیب. ممنونم. جناب حفیظ، آیا این گونه اقدام های بین المللی در تغییر روند طالبان نسبت به زنان و دختران مؤثر خواهد بود و یا چشمانداز مثبتی در این زمینه وجود ندارد؟ بفرمایید. متاسفانه که چنین برنامه های راهکارهایی را که در جامعه بین المللی روی دست گرفته میشه بالای یک گروه توریستی تأثیر ندارد، چون از نظر ما و از دید ما گروه طالبان یک گروه تروریستی، فاشیستی و افراطگرا است. اگر در افغانستان یک دولت مسئول یا یک دولتی بر اساس اراده مردم شکل می گرفت، اگر چنین گپا و ادعاها و فعالیت‌های می شد، امکان داشت که او تأثیر خود را داشته باشد. وقتی طالبان در 2021 قدرت را به دست گرفت در یک معامله سیاسی و مردم افغانستان را به اسارت گرفت، بعد از او خب برای رهبریشان معلوم هستند که با یک تعامل یا معامله سیاسی آمده سر قدرت، اما در قشر پایین گروه توریستی طالب به این فکر هستند که اینا بر ایالات متحده آمریکا و ناتو و کشورهای حامی جمهوریت در افغانستان اینا پیروز شده و به می فکر هستند که اینا یک بر قدرت جهانی را شکست داده، دیگه هیچ گپ و گفتار حقوق بشری و حقوق انسان و حقوق زن و اینا برای از نوع ایج اصلا معنی نداره. چیزی را که امروز من حیث ارزش های دموکراسی و ارزش های انسانی و ارزش های حقوق بشری در دنیا مطرح هست، هیچ طالبی چی رهبری طالب چی در پایین عسکر طالب بله. عقیده نداره. امروز مصادیقی که بیانگر آپارتاید جنسیتی در افغانستان هست او وجود داره. تا هنوز را در مدت 3 سال بیشتر از 50 حکم علیه زنا صادر شد. ممنونم. اگر ایران ممنونم بر رسمیت بشناسه بله. تأثیری بر رفتار طالب با وجود نمیاد. با تشکر از عنایت الله حفیظ فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا که پیرامون تحلیل این خبر دعوت ما را پذیرفتند.